سد گلن کانیون ایالت اریزونا انرژی برق را به 5 میلیون مشتری در 7 ایالت می رساند. اما این برق پاک و تجدیدپذیر در معرض تهدید است. سطح آب پس از 20 سال خشکسالی به طور خطرناکی پایین است. خشکسالی به مانند این به این معناست که ما بر آن غلبه خواهیم کرد. ما قرار نیست بر آن غلبه کنیم و این نشانه ای از تغییرات اقلیمی است. بدون این منبع آب، یعنی منبع آب منظم، قابل اعتماد و مطمئن، غرب توسعه نمی‌یافت. شهرهای بزرگ از جمله لاس وگاس، لاس آنجلس و سان دیگو از کلرادو آب نوشیدنی تامین می‌کنند. در کل این دریا حدود 40 میلیون نفر را سیراب می‌سازد و بیش از 2 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی را آبیاری می‌کند. این یک موتور اقتصادی چند میلیارد دلاری است که آهسته آهسته کمتر قابل اعتماد می شود. ما فکر می کردیم که آب اینجا خواهد بود و حالا این شرایط موجود نیست. کارشناسان ها پیش بینی کردند که تغییرات آب و هوایی بر رودخانه فشار وارد می کند. چیزی که ما آن را پیش بینی نکرده بودیم این بود که با چی سرعت مقدار آب رو به کاهش است و این زنگ خطر است که در حال حاضر به صدا در آمده است. سال گذشته کشاورزان اریزونا برای اولین بار با قطع آب مواجه شدند. کشاورزان حدود 70% از آب رودخانه را مصرف می کنند. در همین حال دهقانان تحت فشار فزاینده از سوی شهرهای در حال رشد هستند که تقاضای آب بیشتری دارند. این یک منبع اختلاف برخورد بین شهرها و روستاهاست. در بسیاری از شهرها با وجود رشد جمعیت و اقتصاد، مردم نسبت به 20 یا 30 سال پیش آب کمتر مصرف می کنند. بنابراین آنچه که در بسیاری از این شهرها می بینیم، روش صرفه‌جویی است. اما این کافی نیست. ذخیره ها مدام در حال کاهش است و هواشناسی یک سال خشک دیگر را پیش بینی می کند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.